در این پرستش عالی که داشتیم مطمئناً باقی روزمون مبارک و برکت یافته است، نیست؟ متشکرم برای دریای عزیزم، برای نسل جوان باشه که جوانان بیشتری در این عصر در خدمات احاطه داشته باشن، جوانانی که خدماتشون از شناخت و ملاقات خدا نشأت میگیره. آمین. عزیزان، عظیمترین نیرو در تمامی کائنات در همه عصرها کلام یک پادشاه است. باور میکنید؟ جایی که کلام پادشاه است اونجا قدرت وجود داره. کلام خدا میگه باشه که امروز کلام شاه شاهان، رب الارباب، پادشاه پادشاهان با تمامی عظمتش، با تمامی قدوسیتش قلب‌های ما رو، وجود و روح و روان ما رو تحت تملک خودش قرار بده. آمین. میتونی یه آمین جانانه بگی؟ آمین. زمانهای زیادی بود عزیزان که دلم می‌خواست این پیامو به سمتون برسونم و راستش نیاز قومم میدونستم. خیلی عمیق احساس میکنم که قوم خدا به این خوراک روحانی نیاز داره، ولی هرچی که در حضور خدا میرفتم و خودمو میدیدم، اون کاستی ها رو در نور خدا میدیدم، میدم هنوز زمانش نرسیده، انگار کم میارم، انگار من نمیتونم هنوز تو بلندای قامت این پیام جا بگیرم. برای همین هی صبر میکردم تا اینکه هفته پیش بود که یه مطلبی رو یادم اومد که مدت ها پیش خونده بودم. نوشته شده بود که اگه یه واعظ صبر کنه که کلامی که وضع میکنه در زندگی خودش عملی بشه، جس بپوشه، دو تا اتفاق خیلی مهیج خواهد افتاد، به خصوص برای بعضی ها تو کلیسا. اولی اتفاق اینه که سالی یک بار بیشتر نمیتونه این شخص موعظه کنه، و دومین اتفاق اینه که اگه سالی یک بار، مرسی، سالی یک بارم موعظه کنه، 15 دقیقه بیشتر نمیتونه موعظه کنه، یعنی چیزی نداره بگه. این حقیقتیه. برای همین خیلی تقویت شدم، قوت یافتم که امروز با اعتماد به روح خدا اینجا بایستم و اعتماد داشته باشم که روح خدا قادر گوینده و شنوندگان منتظر رو با همدیگه برکت بده، با همدیگه این پیام رو با هم یاد بگیریم. اجازه بدیم قلبامون رو باز کنیم که بذرهای نیکوی کلام خدا در قلبهای ما بشینه و ثمرات بسیار در زندگی ما بیاره. یک حقیقت شگفت‌انگیز در خصوص خدای کتاب مقدس عزیزان اینه که خداوند اشتیاق داره که خودشو بر ما انسان‌های خاکی آشکار کنه، مکاشفه کنه. آشکارسازی خدا یکی از با ارزش‌ترین گنج‌هاییه که خدا به انسان‌ها داده و مجرای اصلی او کلام خداست. با این حال ما حتی امتیاز خیلی عظیمتری رو داریم، خیلی عالیتری رو داریم که نه فقط خدا از کلام خودش با ما خودشو بر ما آشکار کنه، بلکه از طریق ما، از طریق اعمال ما، از طریق روابط ما، ازدواج ما، عزیزان، سخن بگه، پیام بیاره، با دنیا، با کلیسا حرف بزنه. باور میکنید؟ یکی از راه‌های که خدا خیلی مشتاقه در زندگی ما از طریق ما، روابط ما سخن بگه، حرف بزن، نبوت کنه عزیزان، از طریق رفتار ما. در عهد عتیق میبینیم خدا خیلی افکار خودش و نقشه های خودش از طریق انبیای عهد عتیق مثل هوشع، مثل ارمیا، مثل حزقیال آشکار کرد، از طریق زندگی اونا. یکی از راهایی که همین امروز دست به نقد خدا میتونه از طریق ما با دنیا سخن بگه ازدواج ماست. ازدواج مسیحی در بطن خودش خصوصیت یک پیام نبوتی رو داره. دو تا آیه کوتاه براتون قرائت میکنم. در افسوسیان باب 5 آیه 22 میگه این مردان، ای زنان، شوهر خود رو اطاعت کنین چنان که خداوند رو. و در آیه 25 میگه ای شوهران، زنان خود رو محبت کنین
چنان که خدا کلیسا رو محبت میکنه و خیشتن رو برای او داد. آمین. من ایمان دارم عزیزان و مطمئن هستم برای داشتن یک کلیسای قوی ما باید زوجها و خانواده های قوی داشته باشیم. برای داشتن یک کلیسای قهرمان زوراور که میخواد بره سرزمین ها رو در دنیا، دلهای گم شده ها رو، زمین های دل گم شده ها رو برای عیسی مسیح قصف کنه، تسخیر کنه نیست؟ ما باید اول قهرمان در خانه های خودمون باشیم. امید بزرگی دارم عزیزان که امروز زوجهای عزیز ما در اون پیوند مبارکی که بستن در حضور خداوند به اتحاد عمیق‌تری برسن توسط این پیام، و زوجهایی که شکافی بین اوناست، خدای نکرده سردی بین اوناست، بی تفاوتی در رابطه اونا رخنه کرده، امروز روزی باشه که شروعی دوباره رو در یک اتحاد الهی تجربه کنن، شروع کنن. و همینطور جوانان عزیز ما باشه که با گوشهای باز غنایم خیلی عظیمی رو، غنایم با ارزشی رو از طریق این پیام برای آینده خودشون ذخیره کنن. و همینطور سالمندان عزیز حسرت نخورن که دیگه اما گذشت، نه نگذشت، بلکه امروز این پیام میتونه حتی سالمندان عزیز ما رو پروپیمون کنه تا بتونن نسل جوان و دختران و پسران ما رو نصیحت کنن، تعلیم بدن، با دعا و شفاعت پشتشون باشن. آمین. حتی برای زنها و همسرایی که زنان ایماندار ندارن، شوهران ایماندار ندارن، خداوند امروز پیام خاصی داره. به طور مشخص کلام خدا نقش زن و مرد رو خیلی واضح آشکار کرده. زن سعادتمند همسری مطیع، همسریه که از شوهر خودش اطاعت میکنه، در تسلیم و سرسپردگی اونه، چنان که عیسی رو اطاعت میکنه. در مورد مردها هم گفته زنی که، مردی که همسر خودش رو محبت میکنه همونطور محبت میکنه که مسیح کلیسا رو محبت کرد و جان خودش رو برای اون داد. این یه نبوت نیست؟ وقتی یه نفر زن خودش رو محبت میکنه و شوهر خودش رو اطاعت میکنه، مسیح و کلیسا رو به دنیا داره معرفی میکنه. اما سوال اینه که چطور این فرمان به طور حقیقی، به طور عینی به مرحله اجرا در بیاد در زندگی ما؟ چطور این کلام جامعه عمل بپوشه در زندگی ما؟ روانشناسان و مشاوران دنیا تصویری رو به ما ارائه میدن که جالبه، میتونه کمکمون کنه. اینطور گفتن که درون هر انسانی، هم از مرد یا زن، یک بانگ عشق وجود داره. در این بانگ عشق هم میشه واریز کرد، هم میشه چیکار کرد؟ برداشت کرد. وقتی شخصی با یه فردی رابطه برقرار میکنه نیست، بعد از یه مدتی که میگذره احساس میکنه دیگه این رابطه از اون رابطه عادی داره خارج میشه، یه جوری انگار داره عاشق میشه. چی به وجود اومده؟ اون فرد با احترام خودش، با توجه خودش، با محبت خودش تو حساب بانکی این شخص واریز کرده. وقتی به حد نصاب برسه این حساب بانکی، اون شخص احساس میکنه علاقمندی به وجود اومده، عاشق شده. درسته؟ برعکس توی رابطه ای، وقتی اون شخص با یه فردی رابطه برقرار میکنه، اولش خوبه، بعد میبینه که با بیتوجهی، با بیمحبتی، با خیلی رفتارهای ناهنجار او روبرو میشه، میبینه اصلا داره از طرف دور میشه. چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها تو بانگش واریز نشده، بلکه با اون شخصیتی که داشته، با اون رفتارایی که داشته، انرژی او رو به یخما برده، اعصاب اون رو خورد کرده. درسته؟ زوجهایی هستن عزیزان که آمین که در بین ما نیست قدیما بودن، بدون عشق شروع کردن، همین جوری هم دارن ادامه میدن، نه تو بانگشون برداشت میشه نه واریز میشه، همینطوری.
زوجهایی هم هستن عزیزان با عشقای طوفانی شروع کردن، کم کم سرد و بیتفاوت و نفرت و جدایی پیش اومده. چرا؟ هر دو حسابشون منفی شده، هیچی تو حساب همدیگه واریز نکن، چون به هم آسیب زدن، چون دو تا آدم مغرور و کل شق به هم افتادن. داستانش اینه، این تز فکری روانشناسی عزیزان. ولی ما مسیحی ها چی میگیم؟ ما میگیم در ایمان مسیحی عزیزان، منظورم اون ایمان نجات بخش هفته پیشه ها، یادتونه یه آمین بگین، که عیسی مسیح به واسطه اون تولد تازه در ما ساکن شده، ما ایمان داریم. حتی اگه در بانگ عشق ما هیچ موجودی نباشه، عیسی مسیح خداوند میاد واریز میکنه، کمک میکنه، پر میکنه. اصلا با یه کلمه بخوام بگم، اصلا اگه بانگ هیچی هم نداشته باشه، میاد یه چیز خلق میکنه و پر میکنه از موجودی. خود کلام خدا میگه در رومیان باب 5 آیه 5 میگه زیرا روح خدا، زیرا محبت خدای پدر به واسطه روح القدس در قلبهای ما ریخته میشه. آمین. یه جاهای آمین خیلی جا داره عزیزان اگه فهمیدین. اما در هر صورت خود خدا و کلام خدا واحدهای عشقی مخصوصی داره که میخواد ما آموزش ببینیم عزیزان. هر چیزی وقتی تو یه رابطه رو شروع میکنی، وارد یه دانشگاه شدی نیست؟ فکر نکن بدون آموزش خیلی چیزا رو به دست میاری. کلام خدا میگه اگه کسی فکر میکنه حکیمه، اول جاهل بشه، نادون بشه، تا در حضور خدا حکیم بشه. آمین. پس امروز خداوند میخواد آموزش هایی به من و تو بده که با همدیگه تو حساب بانگی عشقمون واریز کنیم عزیزان، پرو لبریز کنیم به واسطه همون روح القدسی که درون ما ریخته شده. من اول میخوام از نقش شوهران شروع کنم عزیزان، چون در الگو ازدواج نقش مرد پیش قدم شدنه و نقش زن پاسخ دادنه. یک شوهر در چه زمینه‌هایی باید قدم برداره تا در حساب بانگی همسر شازده خانومش چیکار کنه؟ موجودی واریز کنه که نه تنها مینوس نشه، بلکه پر و پیمون باشه. ای شوهران، زنان خود رو محبت کنید چنان که مسیح کلیسا رو محبت کرد، نه کمتر، همین اندازه، و جانش رو برای او داد. از استاندارد خیلی بالاییه نیست؟ ولی افتخار و پاگون خیلی عظیمیه. یعنی تو با محبت به همسر خودت داری به دنیا مسیح رو موعظه میکنی، داری مسیح رو معرفی میکنی، داری مسیح رو به معرض دید عموم میذاری. و جالبه عزیزان که یه پیشنهاد صرف نیست، یه توصیه نامه نیست، یه نصیحت و وصیت نیست، بلکه یه فرمانه. ای شوهران، زنان خود رو محبت کنید. محبتی که اینجا اومده از آن در واژه عبری توجه صمیمانه و ارادیه. در یه ترجمه دیگه میگفت این محبتی که اینجا اومده، یعنی اون مرد قند تو دلش آب میشه برای زنش. اما از چی نشأت میگیره؟ همجور خود به خود به وجود نمیاد. از این محبت تنها و تنها از جای نشأت میگیره که مرد جایگاه رفیع خودشو در عیسی مسیح بشناسه، جایگاه رفیع خودشو به عنوان سر خانواده، رهبر خانواده بشناسه، بدونه کسی که تنها کسیه که تسلط داره بر تمام اوضاع و شرایط خانه و خانواده. من مطمئن هستم عزیزان اگه آدم در باغ عدن میدونست جایگاه رفیع خودشو، اگه بر اوضاع و شرایطی که حاکم شده بود بر اون باغ عدن تسلط داشت، الان ماها اینقدر به بدبختی نمیافتادیم نیست؟ ببخشینا آقایون، چون وقتی که این یه حقیقته، چون وقتی که اول سوال اینه، وقتی هوا خانم رفت سیب و بچینه، آدم کجا بود؟
نی؟ بعدش عزیزان وقتی که اون زن اقوا شد، گول خورد، اون سیب رو برداشت، اون میوه ممنوعه رو برداشت، نیست چرا همسرش از او گرفت و تناول کرد، نوش جون کرد، کیفم کرد، هیچی هم نگفت تا خدا اومد خیرش رو گرفت، نیست؟ میتونست عزیزان، حتی اگه این اتفاق افتاده باشه، میتونست حتی بعد این اتفاقا بره پیش خداوند طلب بخشش کنه و بگه من سلب مسئولیت کردم، من سررشته زندگی از دستم در رفت، من مطمئنم که اونجا خداوند میبخشید و یه زندگی تازهی به اونا میداد. ولی چیکار کرد؟ شروع کرد زنشو مقصر دونستن، به خدا گفت میدونی این زنی که قرین من کردی، یعنی هم تو مقصری همین زنه، این زنی که قرین من کردی، او من هیچ گناهی نکردم، او از این میوه ممنوع به من داد و خوردم. به جای اینکه مسلط باشه عزیزان، تسلط داشته باشه بر شرایط و مشکلی که پیش اومده، مسئولیت زندگی رو تو دستش بگیره، این کارو نکرد. مرد عزیزان به یه زبان تمثیلی بخوام بگم مثل رهبر ارکستر میمونه که چوگان دستشه، به هر طرفی که این چوگان رو حرکت بده خانواده حرکت میکنه و خواهد آموخت. اما جایگاه واقعی مرد چیه؟ او بر چه چیزی تسلط داره؟ او بر چه چیزی رهبره؟ مرد همجور که گفتم بر مشکلات تسلط داره، مخصوصا مشکلاتی که از طریق نیروهای تاریکی میخواد در خانه و خانواده رسوخ کنه. اولین جایی که دشمن میاد بزنه از همون پیدایش، صبح آفرینش، زن و شوهر بود، رابطه شون بود، در چه رابطه عالی بود، چه به وجود اومد؟ بر مشکلات میتونه مرد تسلط داشته باشه. متی باب 12 آیه 19 خیلی آیه جالبی میگه چگونه کسی بتواند به خانه شخصی زورآور، مردی زورآور، سمینار زورآور خود، مرد زورآور یهوه خدا با توست که یادتونه اینجا میتونین، چگونه کسی میتواند به خانه مردی زورآور بره و اسباب او رو غارت کنه جز اینکه اول او رو ببنده؟ عزیزان مردی که زورآوره و جایگاه خودش رو در خانه و خانواده میبینه، میدونه، میشناسه، هرگز هرج و مرج و تاراج به اون خانواده رخنه نمیکنه، بلکه آرامش و شادی رو اون خونه حاکمه. امثال آیه پر عظمتی داره، میگه از مزرعه مرد نادان، مرد کاهل عبور کردم، خارها دیدم رویده. از خارها، هر جا که اسم خاره تمثیلی از لعنته، دیدم دیوار سنگی، حصار سنگی این خانه فرو ریخته، خراب شده، پس نگریسته متفکر شدم. عزیزان حصار روحانی دور یک زوج، دور یک خانواده هست که یک مرد به وسیله دعا میتونه این حصار رو مثل یک حفاظ دور خانه و خانوادهش نگه داره. عزیزان خداوند به صدای مرد قدرتی داده، به مرد قدرتی داده که مثل شیر قرش کنه، اما این قرش ها رو بر سر زنش نه، بلکه بر روی شیطان بکنه، نیست؟ بر خانه مرد عادل سلامتی و آرامش، چون حصارهاش محکمه، چون حصارها به وسیله دعا و شفاعت محکم سر جاش ایستاده عزیزان. اما نقش زن، تسلط مرد، نقش مرد به عنوان کاهن، شخصی میگفت زیباترین تصویر در دنیا از آن دیدن آبشار نیاگارا نیست، بلکه دیدن مردیه که هر روز کلام خدا رو باز میکنه و زن و بچهش دورش میشینن و کلام خدا رو قرائت میکنه، تفسیر میکنه، دریافتایی که داره به خانوادش منتقل میکنه. عزیزان مردای عزیز ما، قربانی های شکرگزاری نزد خدا برای هدیه‌ای که خدا بهش داده، زن و بچهش به خداوند میگذرونه. خدا مرد رو برای کهانت خانوادهش اول خوانده و شوهر به عنوان شفا دهنده
از شوهر دارای یک کلامی قدرتمنده که میتونه دنیای درونی زنو التیام بده. خدا به مردان یک خدمت نبوتی عالی داده که مثل مسیح زن خودشو التیام بده، احیا کنه. وقتی که کلیسا دچار مشکل و هرج و مرج میشه، میبینیم عیسی مسیح خداوند با کلام تسلی، با کلام محبت، با کلام دلسوزی میاد. کلیسایی که من و تویم احیا میکنه. همین قدرت به مرد داده شده که با کلام خودش زن خودش رو، اگه مشکلاتی از قدیم داره که حتما داره، چرا میگم زن؟ چون زن همیشه قشر آسیب پذیر در جامعه و خانواده بوده، برای همین آسیب های بیشتری میخوره. یک ازدواج سالم هستن و تایید شده قادر اون صدمات وارده حتی در گذشته رو ترمیم کنه. هدف اصلی از ازدواج عزیزان این نیست که من برم شفا بیابم، نمیدونم یه چیزی بهم برسه، خونه، پشت قباله، اینا رو منظورم نیست، قرارداد اجتماعی نیست. ازدواج کنم امنیت داشته باشم، یه پول ماهیانه‌ای داشته باشم. معیار برای ازدواج در مسیحیت این نیست. قبل از ازدواج باید تمام صدمات باش روبرو شد، شفا باید بیاد. اما در یک ازدواج سالم عزیزان که یک مدت مدیدی یک زن و مرد توشه، انگار یه جوری روان درمانیه. انگار ازدواج سالم و تایید شده از طرف خدا یه جوری کلینیک روان درمانیه. باور میکنین؟ من در همین کلیسا خیلی بیشتر، ولی الان دو نفر فقط جلو چشممه که من خودم باشون روان درمانی میکنم، چقدر وضعیتشون خراب بود از نظر روحی و روانی. و بعد مردایی ازدواج اول سالم و تایید شده، بعد مردهایی که جایگاه خودشونو میشناسن و چطور برای زنشون ستر و سپرن. در اون ازدواجی که هیچکس نفع شخصی خودشو دنبالش نیست، برعکس اگه یک رابطه که سالم نیست، تایید شده نیست، دائم استکاک، استرس، جر و بحث، مجادله، اگه بیچاره اون زن یا مردم سالم باشه تو اون رابطه خراب میشه روح روانش. پس لپ مطلب چیه؟ بزرگترین و مهمترین نیاز یک زن عزیزان اینه که همسرش به او عشق ببرزه، او رو زیر پر و بال خودش بگیره. ژرف‌ترین نیاز یک زن اینه در تسلط و رهبری مرد که احساس امنیت کنه. مرد خوانده شده که مثل یک پناهگاهی از باد برای زنا باشه، مثل یک پوششی از طوفان برای زنش باشه. از زن این ازدواج هرگز منجر به شکست نمیشه و این محبت توش نیست. و وقتی این محبت دیده بشه، باعث میشه شنونده های حرفای زنش بشه، گوش کنه با قلبش، حتی جاهایی که سکوت اون زن روزها در سکوت رفته، تازه حساس باشه، چون حرفایی که نزده، اون سکوت عمیق‌ترین احساسای یه زنه که انگار توش خفه شده. کلام خدا میگه هیچ کس هرگز جسم خود رو دشمن نمیداره، بلکه جسم خود رو محبت میکنه، نوازش میکنه، چنان که مسیح کلیسا رو. و چنین مردی عزیزان، چنین مردی وقتی با شادی و آگاهی در حساب بانکی زنش واریز میکنه، عزیزان بهتون قول میدم خود اون مرد محصول خیلی زیادی رو درو خواهد کرد. آمین. اما جایگاه زن در کلام خدا چیه؟ حاضرین کمرهای دلهای خودتون رو بستین خانم‌ها، خواهران؟ آمین. نوبت شماست عزیزان. برای خواهرها، برای خانوما، پی یک زن، پی شروع فونداسیون یک زن، یعنی شروع قدمی که میخواد یک زن برداره در جایگاه خودش، که یک زن میتونه یه عمارت خیلی رفیع روی این پی بسازه، مهمترین و اولین اینه که زن جایگاه مرد خودشو به عنوان رهبر خانواده به رسمیت بشناسه. آمین.
و اینو بدونه که همه چیز در خلقت سازمان یافته و منظمه. هر چیزی، اما سازمان، اما شرکت، تجارت، هر چیزی بدون سر، بدون رهبر مرده است. وقتی که یک نفر اقتدار رو، رهبری روی خانواده و اون زن نمیشناسه، انگار اون خانواده داره رو به هلاکت میره. اما چرا مرد باید سر باشه؟ چرا خدا گفته مرد؟ اما چرا مرد؟ اما من میگم چرا مرد نه؟ نیست؟ آیا در بین ما عزیزان زنی هست که دلش بخواد سر باشه؟ اقتدار رو تو دستش بگیره هست؟ دستشو بالا کنه عزیزان، دستشو بالا کنه. چون انگار مسلط بودن زن عزیزان، تسلط زن، سر بودن زن یه چیز غیر طبیعیه، اصلا خارج از کلیسا، باور کنین. تسلط زن روی مرد اصلا خارج از چارچوب کلام خدا و کلیسا یه چیز غیر طبیعیه عزیزان، نیست؟ چون خود زنان، خواهش میکنم گوش کنین ها، وقتمون داره میگذره، خود عزیزان زنان، شوهرانی که تحت انقیاد زنشون هستن خار و حقیر میشمارن. از بچگی صدای مادر بزرگم که میشست با همسایه غیبت میکرد، دائم هم کارش این بود و منم بازی میکردم میشنیدم، این بود، میخوام خوب گوش کن، ببخشین اگه یه کلماتی یه کمی قشنگ نیست، من اینو شنیدم، دوست ندارم ولی شنیدم. بیچاره مرده، الهی بمیرم، چقدر زن ذلیله، نیست؟ بعد پچ پچ میکرد، چرا اون افریته که داره از اون بر کوچه میره و میاد ها، اجازه داره انقدر سوار شوهرش بشه؟ کارای اون زن واقعا غیر قابل تحمله، چه کنترلی داره، چطور شلوار شوهرش رو پاش کرده؟ عزیزان دوست دارین این چیزها رو بشنوین؟ در مشیت الهی سر بودن مرد یک اصل اساسیه در زندگی خانوادگی. این اصل اگه درست اعمال بشه، اون چیزی که گفتم تعلیم دادم، از هرج و مرج زندگی خانوادگی و جامعه حتی جلوگیری میکنه. و زن وقتی آگاهانه، عزیزان آگاهانه، با طیب خاطر، با خوشحالی به اقتدار شوهرش تن میده، احترام میذاره، به رسمیت میشموره، یه جوری انگار داره به رهبری شوهرش کمک میکنه که بتونه در اون نکاتی که من گفتم اشاره کردم بتونه اعمال نفوذ کنه، بتونه از اون قدرت جایگاه رهبریش به نفع زنش و خانوادهش استفاده کنه. آمین داره یا نه؟ اما جایگاه زن و وظایف او در خانواده چیه؟ در پیدایش باب 2 آیه 18 میگه خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برای او معاونی موافق او بسازیم. معاونی برای او. عزیزان امروز بسیاری از زنان فکر میکنن معاون یعنی پایین تر. حسان خوب گوش کنین، آدم نیاز به کمک داشت، حوا پاسخ نیاز آدم بود. راه حل ها کی به صحنه میان؟ وقتی کمبودشون احساس میشه، درسته؟ زن برای راه حل بودن به وجود اومده بود، او گنجی بود که آدم دائما در پی او بود. آدم رو بخواید تصور کنین، دنبال چیزی میگشت، تمام آفرینش رو گشت، هیچ کس رو پیدا نکرد یکم شبیه خودش باشه. تصور کن دنبال چیزی میگشت، چیزی رو در وجودش احساس کم بود میکرد که اصلا هیچ تصوری از اون نداشت. آدم به طور غریزی احساس کم بود میکرد. آدم در تمامی آفرینش دنبال تای خودش، یار موافق خودش بود. و وقتی تصور کنیم، وقتی خداوند اون حوا رو به اون معرفی کرد، چه شادی عظیمی، چه وجد عظیمی در آدم به وجود اومد. آدم یک بود، بعد شد دو، تا چی بشه؟ تا دوباره یک بشن با هم.
سهم زن در هر بخشی، عزیزان در هر بخشی این پتانسیل رو در خودش داره که به زندگی ارتقا ببخشه، به زندگی معنا ببخشه. آدم دنبال کپی و بدل نبود، به دنبال یک کسی میگشت که برای فرمان روایی خودش، شادی خودش، او رو سهیم کنه. باور میکنید؟ آدم به دنبال یک زن دانا، فهیم، قابل اعتماد میگشت. او به دنبال ملکه‌ای برای باغ خودش میگشت. تا زمانی که عزیزان من و تو، خواهرای عزیز، بانوان محترم، گوهر بانوهای عزیز، متوجه نشیم کی هستیم، برای چه چیزی خوانده شدیم، نمیتونیم به اون خطاب و خواندگی خودمون جواب بدیم. تا زمانی که این نفهمیم تبدیل میشیم به زنهای عروسکی که فقط سعی میکنیم ظاهری جوونتر، مخصوصا سنمون میره بالا، بیشتر رو این تمرکز میکنیم فقط جوون باشیم، جذابتر باشیم، ولی توهی مغز. زنهایی که در فکرشون پر از رقابت و حسادته. اما زن برای این آفریده نشد عزیزان که فقط روی ظاهرش متمرکز بشه. چرا؟ چون زن اصالتاً برای هستی بخشیدن، برای ژرف بودن، برای عمق داشتن آفریده شده. برای همین از اینجا که فاصله میگیره درون تهی میشه. زن آفریده شده که هستی ببخشه به این دنیا. اما فقط این نیست، نقش زن به عنوان ستون خانه. از هوا کجا به وجود اومد؟ از دنده مرد. در عبری میدونین معنی دنده یعنی چی؟ یعنی ستون، اساس. یعنی خدا از ستون و اساس آدم حوا رو به وجود آورد. این یه پیام خیلی ضعیفیه. یعنی زن در موضع ضعف و ناتوانی قرار داره. یه پیام خیلی قویه برای زن، چون زن ساخته شده که پایه‌ریز خانه، اساس خانه باشه. در امثال میگه هر زن حکیم خانه خود رو بنا میکنه، اما زن نادون خانه خودش رو با دست خودش خراب میکنه. و زن همینطور ساخته شده، جایگاهش اینه که به عنوان پشتیبان و همراه همسرش باشه عزیزان، کمک کننده او باشه. در وهله اول زن خوانده شده که مردشو به رویاهای خودش برسونه، خطاب همسرشو بشناسه و کمک کنه که مردش به اون سمت بره. ما سارا رو داریم در تصمیمات خیلی سخت ابراهیم، با اینکه زنی بود که یه جایگاه و خانواده مرفه بود، ولی مثل آواره ها دنبال ابراهیم حرکت کرد، از این شهر به اون شهر، از این چادر به اون چادر، چون میدونست خطاب ابراهیم چیه. خیلی خوشحالم برای زنان کلیسامون، چون میدونم زنایی هستن که چطور پشت همسراشون هستن، چطور کمک میکنن. حتی در کوچکترین چیز، هفته پیش یه خواهری زنگ زد و برای همسرم دعا کنیم، میخواد گواهی نامه بگیره، میخواد ماشین بگیره. واقعا تحسینش کردم، گفتم زن صالحه، مرسی که دعا میخوای برای اینکه پشت شوهرت باشی. این خیلی با ارزشه عزیزان. زنانی رو نه فقط سارا، در طول تاریخ در کلیسای ایران اینجا میشناسم که خطاب همسرشون رو میشناسن و چقدر میدون میدن، 4-5 بچه رو به کول میکشن، حتی بچه هاشون رو یاد میدن که بها بده برای مسیح. تولد داری، پدر دنبال کار خدا هست، تحمل کن، بها بده. برعکس زنانی که واقعا تو همین کلیسا دیدم شوهرش خطاب و خواندگی داشت، اینقدر نق زد، اینقدر قرض زد، پا من چی؟ پر از خودخواهی. آقازاده ها، خانمزاده ها پر از بوت، بچه تولدشه، آخ بچه هم نمیخواد بره کلیسا. کم کم مردشو اینن ما دیدیم از کلیسا دور کرد، خطاب شوهرشو با نادانی ازش گرفت. خدا رو شکر بر این کلیسا. بارها دیدم زنانی دیدم که خط اول جبهه هستن، چطور مردانشو پشتشونن، چطور اونا رو تشویق میکنن. اگه خودشون نیستن خواندگی زنشون رو میشناسن. برعکسم دیدم.
اول پتروس باب 3 آیه 6 میگه شمای زنان مانند سارا که ابراهیم رو مطیع بود، او رو آقا و سرور میخواند. شما هم یادتون باشه چنین کنین، چون دختران سارا هستین عزیزان. برعکس، ما میکالو داشتیم، زن داوود با حقارت شمردن همسر چطور خودشو و خانوادهشو به نابودی کشید. اما زن، نقش زن به عنوان تیمار کنندهی صبور. عزیزان، زن از کجا به وجود اومد؟ از پهلوی مرد. برای اساس در کنار قلب مرده، نه تو مغزش خراش بده بره تو مخش. نیست؟ تو کلام خیلی میگه زن احمق یاوگو، زن ستیزگر که دائما نیق میزنه، میگه بهتره با یه زنی توی تک و تنها تو بالا پشتمون باشم تا با یه زنی که زق میزنه. زن برای این خوانده شده که دائما کنار قلب همسرش باشه. اونا مثل ما زنا در سرشون چیزی کم ندارن، در دلشون احساس کمبود میکنن، در قلبشون احساس کمبود میکنن. هوا پس از آفریده شدن چه چیزی رو کم گذاشت در آدم؟ یه قسمتی از قلب مرد، دل مرد خالی شد، نیست؟ از زنان خوانده شدن عزیزان که شوهر خودشونو حرمت کنن، احترام بذارن. چیزی که بارها و بارها من خودم با کمال شرمندگی تو شکست خوردم و دائما این مسیر رو دارم جلو میرم. بزرگترین و مهمترین نیاز یک مرد در ازدواج از احترامه. وقتی یک زن به شوهر خودش احترام میذاره، با شادی خودشو تسلیم مردش میکنه، عمیق‌ترین نیاز یک شوهر در ازدواج مرتفع میشه. و این زن در حساب بانگی عشق شوهرش عزیزان کرورها واریز میکنه که خودش در نهایت محصولها درو میکنه. آمین. حتی پتروس عزیزان برای زنانی که شوهرشون کلامو اطاعت نمیکنن، ایمان ندارن، جلو نمیرن، نصیحت خیلی ساده ای کرده. گفته ای زنان تسلیم شوهران خودتون باشین، حتی شوهرانی که کلامو اطاعت نمی کنن، تا اونا سخنی که شما بر زبان میارین نه رفتار شما عزیزان، با موعظه رفتار بی صدای شما به طرف مسیح جذب شن. موعظه بی صدای رفتار یک زن، نه ضبط صوت بشه همه چیز دان هی بیاد برای از کلیسا بره برای شوهرش موعظه کنه. در سکوت، در انتظار، در اون وقار. آمین. و تمام آنچه که تا حالا عزیزان شنیدی خیلی مبحث طولانیه، من فقط گلچین کردم، انجام نشدنی خواهد بود با تمام. اگه هر هفتم تعلیم ببینید، اگه یک شخص چه مرد چه زن تعهد قلبی نداشته باشه، و تعهد وهله اول به زن یا به مرد نیست، به خداست، در حضور خدا، و ماهیت این تعهد در قلب انسان عزیزان. تعهد یعنی برخواستن، دوباره راه رفتن جایی که دیگه هیچ قدرتی نداری، داری از پا در میای. تعهد در خودش مثل ایمان نجات بخش اعمال داره، اعمال در پی داره. شنیدم یکی از قاضیان در یه شهرستانی که داشت انتخابات جمع می‌کرد و انتخاب شده بود در مجلس، یه نطقی رو ارائه داده بود. نطقش اینطور بود: از 425 نفری که قول دادن به من رأی بدن ممنون هستم، از 126 نفری که گفتن به من رأی میدن حقیقتا سپاسگزارم، از 47 نفری که روز پنجشنبه گذشته پای صندوق رأی اومدن مرسی که اومدن، از 26 نفری که حقیقتاً به من رأی دادن ممنون هستم. از ما حرفای خیلی زیادی میزنیم، حتی در دوستیامون، تا یه ذره به مشکل، تا یه باد مخالف بیاد همه چی به هم میرزه. گفته شده که یک اسب بیشتر از یک کیلومتر نمیتونه جلو بره، اما با ندای قلبش تا آخر، تا به پیروزی جلو میره. و یکی از سوار قهرمان اینو خیلی خوب میدونه، ماهیت و تعهد این اسب. و
وقتی زنت یا شوهرت در موزه سخت روحی و روانی قرار میگیره، چگونه تعهدتو به انجام میرسونی؟ از اون در زندگی های زن و شوی زمان هایی میرسه که هیچ محرکی، هیچ انگیزهی نداری برای اینکه جلو بری بجز تعهد به خدا و به همسرت. باور میکنی؟ و تعهد هرگز و هرگز این تعهد با این تعریف میسر نخواهد شد در مسیح بجز مرگ انسان کهنه. هر یک از ما اینجا هستیم با تصمیمی شخصی عزیزان روبرو هستیم، چه جوانان چه نوجوانان برای آیندهشون، چه زنایی که قصد ازدواج دارن، چه زوجهای عزیز کلیسای ما. میخوام بهتون بگم عزیزان، صلیب تنها دریه که به روی یه زندگی ازدواجی که اون پیوند مبارک در فکر خداست و به صورت نبوت در دنیا دیده میشه میسر خواهد بود. کسی میتونه این ازدواج رو تجربه کنه، یک ازدواج خوشبخت، یک ازدواجی که حضور خدا هر لحظه توی زندگیشه. چون هرگز ما نمیتونیم مگه اینکه مثل ریسمان سلایه اون نفر سوم سر خانواده ما باشه و ما هر دقیقه به او تسلیم باشیم. و هرگز کسی نمیتونه زن با این معیاری که گفتم باشه، مرد در اون چارچوب کلام خدا قرار بگیره. اگه مثل پولس نگه من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه، مسیح اعمالشو نشون میده، مسیحی که در من ساکنه میتونه زن منو اونطور محبت کنه، اونطور رسیدگی کنه که عیسی میکنه کلیسا رو. نیست مسیحی که در من میتونه شوهر منو در هر شرایطی اونطور تسلیم باشه، اونطور سرسپرده و اطاعت باشه که کلیسا برای عیسی مسیح هست. فقط و فقط صلیب انکار نفسه. و علاوه بر اون عزیزان، که یه ازدواج عالی از در صلیب میتونیم وقتی عبور کنیم به دست بیاریم، بلکه یه پوهن خیلی عظیم و عالی عزیزان که راهیه صلیب به سوی اقتدار روحانی برای یک زوج، یک زوجی که در این چارچوب قرار گرفتن در یک قلمرو روحانی قرار میگیرن که کلام خدا میگه هرگاه متا باب 18 هرگاه دو نفر با هم متفق بشن، یک بشن، هر آینه از جانب پدر من آنچه که خواهد میشود انجام خواهد شد. از این کدوم دو نفری میتونن یک بشن؟ اون دو نفری که انکار نفس کردن. مسیحی در اون مرده نمیتونه با مسیحی که در اون زنه در اتحاد قرار نگیره. زندگی هماهنگ مرد و زن از عالی ترین برکاتیه که روی این زمین وجود داره و این برکات شامل حال کسی میشه که از خودش بگذره و بگه من دیگه زندگی نمیکنم، من برای مسیح و برای زنم، برای مسیح و برای شوهرم زندگی میکنم و این کمتر از مرگ انسان کهنه نیست. آمین. در این لحظات آخر اگه این پیامو شنیدی، در زندگی تو هرج و مرجی هست، ناگواری هست، اگه زن هستی، شوهر هستی، در این جمع نشستی یا از طریق های رسانه ها داری گوش میدی و میبینی در پیام میبینی که طبق الگوی الهی زندگی نکردی، خودتو به عنوان یک زن، یک شوهر، حتی زن و شوهر آینده قاصر میبینی، ناتوان میبینی که در این چارچوب خودتو قرار بدی عزیزان، ناامید نشو، چون این پیام میخواد به تو فرصت تازهی بده، دری تازه باز کنه به سوی احیا شدن، نوسازی خانه و خانوادت. خدا با این پیام میخواد تو رو تشویق کنه که دوباره تلاش رو شروع کنی عزیزان. بزرگترین قدم رو برداری. بزرگترین قدم چیه؟ که خودت رو روی مذبح بذاری، خودت رو تسلیم خداوند بدی و اجازه بدی اون چیزایی که از خدا نیست از تو بره، دور شه و اون محبت، اون عشق، اون اطاعت، اون روح تسلیم و سازگاری در تو رخنه کنه. آمین.
من ایمان دارم که خدا امروز میخواد تک تک ماها رو وسیله کامل تسلیم در حضور خدا بسازه تا این پیام نبوتی عالی که زن و شوهر خوانده شدن که عیسی و مسیح دیده بشه در دنیا، از طریق ازدواج تک تک ما دیده بشه. آمین. چشمای خودمونو میبندیم، یه دعا میکنم و دعوت میکنم عزیزان جلو بیاین. همین که شما جلو میاین، زانو میزنین در حضور خدا، سمبول اینه که دارم تسلیم میشم. من میخوام تسلیم، نمیدونم چطوری در این ساختار و در این چارچوب قرار بگیرم، ولی میخوام که تسلیم باشم. آمین. ای خدای عالی، دعا میکنم خداوند با قلب عزیزات صحبت کنی، کلام تو خداوند نقطه همزه او به زمین نیفته، بلکه خداوند یه انگیزه، یه اشتیاق، یه محرک در دل تک تک عزیزام ایجاد کنه و باور داشته باشن که تمامی قدرت ها در آسمان و زمین به شخصی داده شده که سهم خودشو با تسلیم و اعتماد به خدا در این عهد انجام بده. اعلام میکنم و دعوت میکنم زوجهای عزیزی که در بین ما هستن به جلو بیان، حتی زوجهایی که شاید مشکلی ندارن، چون من ایمان دارم خداوند امروز یه کار تازه، یه عشق تازه، یه محبت تازه، یه مسح تازه میخواد در بیان این زوجها، یه اقتدار تازه میخواد این زوجها رو وارد اون قلمرو روحانی بکنه که وقتی دستاشون رو به هم میدن، گره میزنن، آسمان به زمین بیاد. آمین. همینطور زوجهایی که ملالی در بینشونه، شاید خدایی نکرده دشمن رخنه کرده، با سردی، بی‌تفاوتی، ترسایی هست، نبخشیدن هست، اتفاقای خیلی زیادی در زندگی ما میفته، استکاکای زیادی میشه، خاطرات آسیب دیدهی در روح و روان ماست، که خدا ایمان دارم امروز همین که تو میای جلو و زانو میزنی یا ایستادی، نمیتونی زانو بزنی، فقط به علامت این که من میخوام بیام جلو تسلیمم، خداوند میخواد تو رو از هر چیزی که از اون نیست خالی کنه و تو رو پر کنه با قوت و پیام صلیب عیسی مسیح. و همجور برای زوجها، کسایی که این انگیزه رو دارن، این اشتیاق رو دارن که ازدواج کنن، خدا میخواد قبل از این که تو ازدواج کنی، قبل از این که پیوند آسمانی با کسی ببندی، خیلی چیزها در زندگی تو سر جاش قرار بگیره.